احسان مهرابی در کنار ماست، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعتراضات آبان 1398 رو خسارات قابل پیشگیری خونده. چرا الان این موضوع رو داره مطرح میکنه؟ به هر حال صحبت‌های آقای شمخانی از زمره صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی هست که در عین اینکه نقش حاکمیتی دارن، گاهی سعی میکنن صحبت هایی بکنن که به نوعی نقش اپوزیسیون را داره، و الان هم آقای شمخانی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور قاعدتا این صحبت ها رو وقتی میکنه، بیشتر میخواد هم از خودش رفع اتهام بکنه و همین که بار مسئولیت رو به گردن نهادهای دیگر مانند شورای امنیت کشور بندازه که ریاستش با وزارت کشور هست. اگر منظور صحبت‌های آقای شمخانی موضوع تصمیم گیری درباره سهمیه بندی بنزین باشه، اتفاقا میشه گفت که خیلی موضوع قابل اجتنابی نبوده و همه دولت‌ها این مشکل رو داشتن و در هفته‌های گذشته به هر حال بحث درگیری‌های سراوان بر سر سوخت بوده و عملا جمهوری اسلامی به این دلیل که قدرت تصمیم گیری نداره و هم به لحاظ ساختار اقتصادیش عملا نتونسته تا کنون مشکل سوخ را حل بکنه و طرحهایی هم که اجرا شده عملا طرحهایی بوده که بحران را به تعویق انداخته و هر زمان که موضوع تحریم ها یا اتفاق مشابه رخ بده این بحران سر باز میکنه و اتفاقا موضوع سوخ موضوعی نیستش که قابل پیشگیری باشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک تصمیم جدی بگیره و بخواد این موضوع را مدیریت کنه و یک تغییر اساسی در ساختارهاش بده. اون بخشی که آقای شمخانی میگه قابل پیشگیری بوده، شاید منظورش نوع خبر اعلام خبر سهمیه بندی و پیشبینی اقدامات برای برخورد با معترضان قبل از موضوع سهمیه بندی بوده و او به هر حال شاید معتقده که هماهنگی های لازم برای آماده باش نیروهای امنیتی انجام نشده و اونها به نوعی آمادگی برخورد با معترضان را نداشتن. آقای مهرابی، اشاره کردید که مقصدشون چی بوده؟ بله، در مورد سهمیه بندی بنزین صحبت کردن و البته دفاع هم کردن. اشاره کردن که بار مسئولیت رو میخواد به دوش دیگران بندازه، مخصوصا به شورای امنیت کشور که زیر مجموعه وزارت کشور هست. او گفته سال 98 برخی سوء مدیریت ها باعث بحران امنیتی شد. اشاره او به کدام مدیریت یا کدام سوء مدیریته؟ این صحبت هایی که آقای شمخانی کرده رو قبلا برخی از فرماندهان سپاه هم کرده بودن، یعنی به هر حال اونها میخوان که اعلام بکنن که در این موضوع سپاه یا نهادهایی که همیشه مسئولیت سرکوب شورش ها رو بر عهده دارن، از جمله مثلا در سال 88 بهشون آمادگی داده نشده و این مشکل وزارت کشور بوده که نتونسته اونها رو هماهنگ بکنه. از سوی دیگه به هر حال برخی از مقامات سپاه اعلام کرده بودن که این شلیک هایی که انجام شده مستقیم به سمت معترضان به این دلیل بوده که نیروهایی که در شهرستان ها بودن، به خصوص نیروهای انتظامی، آموزش لازم برای برخورد با معترضان رو ندیده بودن و غافلگیر شدن و به سوی اونها شلیک کردن. اما این وضعیت به هر حال در اعتراضات دیماه 96 هم وجود داشت، یعنی جاهایی که به هر حال نیروهای بسیج غافلگیر شده بودن و به سمت معترضان شلیک مستقیم کرده بودن. صحبت های آقای شمخانی هم به صورت سربسته به همین موضوعات اشاره داره و به نوعی وزارت کشور رو متهم میکنه که هماهنگی های لازم رو انجام نداده و نهادهای امنیتی رو در این باره توجیه نکرده، در حالی که به هر حال شاید برای خود وزارت کشور و حتی برای آقای شمخانی و دیگر زیرمجموعه های شورای عالی امنیت ملی هم این حجم از اعتراضات قابل باور نبوده و گسترده شدن اعتراض ها بود که به هر حال باعث واکنش شدید نیروهای امنیتی رو هم به دنبال داشت. آقای مهرابی، خیلی زمان کوتاه هستش. آقای شمخانی همون زمان که این اعتراضات اتفاق افتاد، اون گفتش که این پروژه کشته سازی بوده که از سوی معاندین اتفاق گرفته و شکل گرفته. چرا الان میگه سوء مدیریت داخلی؟ به هر حال مقامات جمهوری اسلامی این رویه در بینشون هست که معمولا یک چیزی رو انکار میکنن، بعد یک سری اطلاعات قطره چکانی میدن و
بعد از اون هم به هر حال سعی میکنن یک جست اپوزیسیون بگیرن و بخش هایی از اعتراضات مردم را قابل قبول بدونن. در این باره هم به هر حال شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها آماری که درباره کشته شدگان اعلام کردن تقریبا یک پنجم یا یک هفتم آماری هست که رسانه ها در خارج از کشور اعلام کردن و قاعدتا این صحبت های جدید هم به این معنا نیست که اونها تعداد کشته شدگان و دیگر اتفاقات آبان ماه را قبول کردن. احسان مهرابی در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.